مطمئنم که انیمیشن جذاب آناستازیو رو خوب یادتونه. شاید باورتون نشه ولی این انیمیشن واقعیت داره و دختری وجود داره که ادعا میکنه آناستازیاست، اما ادعاش هم بی جا نیست. برای اینکه از ادامه این داستان و داستان واقعی پشت پرده این انیمیشن خبردار بشید، کافیه تا آخر این ویدیو رو تماشا کنید. سلام، به کانال Legend Club خوش اومدید. کانال ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو فعال کنید که هر وقت پوستر جدیدی گذاشتیم شما اولین نفری باشید که اون رو میبینه. خیلی خوب، رازهای مخفی پشت داستان آناستازیا چیا هست که حتی فکرش هم نمیتونید بکنید؟ این انیمیشن بر اساس داستان واقعی ساخته شده. آناستازیا از سال 1997 به راحتی یکی از انیمیشنهایی بوده که کودکان زیادی رو به خودش جذب کرده، مخصوصا اون موسیقی زیبا که موقع رقص آناستازیا پخش میشد. شاید شما هم با این موزیک رقصیده باشید و به عالم دیگه سفر کرده باشید. از پرنسس های زیباش هم که برای شما نگیم که با لباس های زیبای بلندش شخصیت های کارتونیش رو جذاب تر نشون میداد. حالا بریم سراغ شخصیت این پرنسس زیبا به اسم آناستازیا. آناستازیا وابسته به خانوادش بود، اما راسپوتین خانواده اون رو نابود کرد. همه خواهرش، پدرش و همه تزارها رو نابود کرد به وسیله اون شیشه جادوی تلسترده که همیشه همراهش بود. اما قطعا یادتون هست که آناستازیا نمرد، اما حافظش رو از دست داد. اونو به یه بیمارستان روانی بردن و بعد از اون به عنوان یه دختر یتیم به اسم آنیا که هیچی از گذشته خودش یادش نبود توی یتیم خونه زندگی کرد. آنیا یا همون آناستازیا گمون میکرد که خانوادش گم شدن و تنها سرنخی که از خانوادش داشت یک گردنبند بود که روی اون حک شده بود با هم در پاریس. اما این گردنبند کی به آنیا داده بود؟ درسته، مادر بزرگ آناستازیا. مادر بزرگ آناستازیا این هدیه رو روز تولدش بهش داده بود، اما بیچاره آناستازیا که هیچی یادش نبود. مادر بزرگ آنیا یا همون آناستازیا یک ملکه بزرگ بود. حدس میزد که آناستازیا زنده است. حتی برای کسی که اونو پیدا کنه 10 میلیون روبل پیشنهاد داده بود. خیلی سعی کرده بودن که خودشون رو به جای آناستازیا جا بزنن تا هم بتونن اون 10 میلیون روبل رو به دست بیارن، همین که بتونن به جای آناستازیا باشن و یه زندگی مجلل داشته باشن. اما در نهایت هیچ کدومشون موفق نشده بودن. خلاصه که این پیشنهاد بزرگ به گوش دوتا دوست میرسه که یکی از اونا به اسم دیمیتری قبلا خدمتکار قصر خانواده آناستازیا بود. این پول نظر اونا رو هم جلب کرد و شروع کردن به دنبال آناستازیا گم شده بگردن. حالا از قسمت جذاب داستان براتون بگم. یه روز آنیا رو از یتیم خونه بیرون کردن و همون لحظه یه سگ به طرفش رفت. انگار که اون میدونست آنیا همون آناستازیا گم شده است و اون رو به سمت قصر برد. اون قصر برای آنیا خیلی آشنا بود، طوری که وقتی وارد قصر شد و به سمت سالن رقص رفت، روح خواهرش به سمتش میرفتن و باش میرقصیدن. همون لحظه، دقیقا همون لحظه خیلی اتفاقی، دیمیتری و آنیا با هم آشنا شدن. همونطور که مشغول حرف زدن بودن، یهو چشم آنیا میخوره به عکس خیلی قدیمی که روی دیوار بوده. این عکس در واقع عکس بچگی آناستازیا بوده. آناستازیا که این عکس رو میبینه، یه چیزایی به خاطرش میاد، اما دقیقا مطمئن نیست، به خاطری که همه چیز رو فراموش کرده بوده. دیمیتری به آنیا شک میکنه که نکنه این همون آناستازیا گم شده است. از خوششانسی آنیا هدیه مادر بزرگش همراهش بود و اون رو به دیمیتری نشون داد. دیمیتری که به آنیا شک داشت با دیدن اون گردنبند مطمئن شد که این دقیقا همون آناستازیا گم شده است. خلاصه که آنیا رو به سمت پاریس برد و به مادر بزرگ ثابت کرد که این دختر نوه اونه
و آناستازیاس و آخر داستان هم دیمیتری و آناستازیا هم عاشق هم شدن. و البته بگم که راسپوتین هنوزم بود، زنده بود و میخواست آناستازیا رو نابود کنه، اما آناستازیا قوی تر از اونی بود که بذاره راسپوتین باقی مونده یه خانوادش رو نابود کنه. آناستازیا اون شیشه طلسم شده و راسپوتین رو برای همیشه از بین برد. اما داستان ما از اینجا شروع میشه. آناستازیا واقعی و زنی که ادعا میکرد آناستازیا از زندگی عاشقانه و افسانه‌ای نداشت. داستان واقعیش از این قرار بود. تاریخ 17 ژوئیه 1918 آناستازیا رومانوف که سگش رو بغل کرده بود و مشغول بازی با اون بود، به دنبال خانوادش به سمت سرداب وحشتناک یکاترینبورگ میرفت. دقیقا جایی که به اونا گفته بودن منتظر بمونن. چند دقیقه بعد یاکوف یوروفسکی رئیس جلاد و رفقای بلشویکی خیلی جدی و با قدمای بلند بلند به سمت خانواده آناستازیا رفتن. یوروفسکی با کلمات بیرحمانه که اون روز مدام تکرارشون میکرد با صدای بلند گفت: هیئت رئیسه شورای منطقه اوورال شما و خانواده شما رو به تیراندازی محکوم کرده. یک تزار که رنگ از صورتش پریده بود و خیلی وحشت زده شده بود حرف یوروفسکی رو قطع کرد و گفت: نمیفهمم، دوباره حرفتو تکرار کن. یوروفسکی دوباره با بیرحمی تکرار کرد و حکم اعدام رو خون و تزار برای آخرین بار قبل از روبرو شدن با جلادها به عقب برگشت و آخرین صداهایی که ازش شنیده میشد خیلی ضعیف بود. چی؟ همون موقع بود که تیراندازی شروع شد. تک تک بلشویک هایی که توی اتاق بودن میخواستن به نیکولاس بدنام یا همون خونین و امپراتور آلمانی یا همون خائن الکساندرا شلیک کنن. خلاصه داستان، آخرین امپراتور و امپراتور روسیه تنها افرادی بودن که رحمت یک مرگ سری رو دریافت کردن. این وسط دخترهای رومانوف تمام اتفاقا و کشته شدنها رو با دو تا چشماشون دیده بودن. بعد از پاک شدن دود، بلشویک ها از پیدا شدن دخترها که هنوز زنده بودن گیج شدن. دومین تیراندازی مردبار هم شروع شد، اما دخترها زرنگی کردن و با الماسایی که توی دسترسشون بود لباسای ضد گلوله درست کردن و این لباسا فقط مرگ اونا رو یکم به تاخیر انداخت. یه بار دیگه تیراندازی با شکست روبرو شد و یوروفسکی به آدماش دستور داد که دخترها رو با سر نیزه یا شلیک به سرشون به قتل برسونن. این حجم از خشونت یوروفسکی واقعا خیلی بیرحمانه بود. حتی بعضی از آدماش دلشون به رحم اومد و نتونستن این کارو با دخترها کنن و زیر زمین رو به بهونه دود ترک کرد. یوروفسکی قبول کرد تا اولگا و تاتینا که گوشه تاریک زیر زمین مخفی بودن و همدیگر رو محکم بغل کرده بودن و خودش بکشه. با نزدیک شدن یوروفسکی، تاتینا با زحمت و ناتوانی روی پاش ایستاد، اما از پشت سر به دست یوروفسکی بیرم با شلیک گلوله کشته شد. از بین 4 خواهرش اون اولین نفری بود که مرد. اولگا که شاهد کشته شدن خواهرش بود با شلیک گلوله به طور وحشتناکی داد میزد و کمک میخواست، اما کسی نبود که به کمکش بیاد. آناستازیا و ماریا که کنار دیوار خم شده بودن از آخرین وارث های رومانوف بودن. جلاده بیرم تصمیم گرفتن که کار اونا رو به سرنیزه تموم کنن، اما خنجر از لای جواهرات عبور نمیکرد. ماریا و آناستازیا از پشت سر بهشون شلیک شد، اما فقط ماریا مرد. خدمتکار قصر دمیدوا بعد از بیهوش شدن از خواب بیدار شد و با صدای بلند گفت: خدایا شکرت، من زنده موندم. اما این شوک‌گذاری خیلی کوتاه بود و در جا از پشت سرش با سرنیزه زخمی شد. طبق شهادت بعدی جوخه تیرباران بلشویک، آناستازیا آخرین نفر از خانوادش بود که کشته شد. وقتی که آناستازیا رو می بردن، اون یهو از خواب بیدار شد و فریاد میکشید. آخرین لحظات کابوس‌آمیز آناستازیا پس از مشاهده قتل ناخوشایند خانوادش با ضربه چماق به سرشون به پایان رسید. اما به نظر میاد که هر دو ورژن کارتونی و اصلی آناستازیا قوی تر از این حرفا بودن. آناستازیا حاضر نشد که بمیره.
یه شب خیلی سرد زمستونی یه زن رو روی پل که در حال پریدن به داخل آب بود هر دو شخصیت دیدن و سریع به پلیس خبر دادن و پلیس از مردن اون زن جلوگیری کرد. پس این یعنی واقعا اتفاق افتاده بود. جالب اینجاست که آناستازیا واقعی هم توی بیمارستانی روانی ها بستری شده بود و هیچ خاطری از گذشته خودش یادش نبود. بدن آناستازیا پر از زخمای عمیق و دلخراش بود. رفتار آناستازیا که میگفت هیچی از گذشتش یادش نمیاد خیلی از پرستارها و بیماری دورش رو گیج میکرد. اونا فکر میکردن که آناستازیا یه رازه. اما واقعا آناستازیا یه راز بود؟ در اون دوره روزنامه های اروپایی درباره دوشست بزرگ روسی که از اعدام خانوادگی جان سالم به در برده شایعات زیادی پخش کردن. این یکی دیگه از بیمارهای دالدورف کلارا پوترت بود که برای اولین بار مشکوک شد. این زن همون رومانوف گم شده است. بعد از ترک بیمارستان پوترت به دنبال مهاجرهای بلندپایه روسی رفت و از اونا خواست که بیان زنی رو ببینن که اون معتقد بود دوشست بزرگ تاتینا دومین دختر بزرگ رومانوفه. بازدید کنندگان این که با خانواده امپراتوری روسیه ارتباط داشتن به پناهگاه رفتن. بعضی از اونا ادعا کردن شباهت خیلی کم به خانواده رومانوف داره. یکی از افرادی که مخالف این بودن که این زن تاتینا هست یک بانوی بزرگ به اسم ونز سوفی بوگس هودن بود. اون میگفت که این دختر بیماری قد کوتاهی داره و نمیتونه تاتینا باشه. پس از رفتن زنها زن ناشناس هم گفت من هیچ وقت نگفتم که تاتینا هستم. خلاصه برای اینکه داستان طولانی نشه بهتون اینجوری میگم. بعد از این اون ادعا کرد که دوشست بزرگ آناستازیا است و با نام مستعار آنا اندرسون شروع به زندگی جدیدی کرد. امیدواریم که از ویدیوی امروزمون لذت برده باشید. برای ما که خیلی جذاب بود که بدونیم داستان آناستازیا واقعا اتفاق افتاده. نظر شما درباره این انیمیشن چیه؟ به نظر شما رازهای بیشتری توی این انیمیشن وجود داره که باید به دنبال اون باشیم یا اینکه شما بدونید؟ این پایین برای ما کامنت کنید. توی کانال لژن کلاب همه چیز درباره شماست. راستی میتونید دکمه زنگوله رو بزنید که همیشه اولین نفری باشید که ویدیوهای ما رو میبینه. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.